روزی روزگار پادشاهی در یک شهری زندگی میکرد. در شهرش فقر و تنگدستی بیداد میکرد. مردم از پادشاهشان میترسیدن و صدا هم بلند نمیکردن. در کل تمام شهر را فقر فرا گرفته بود. مردم از حاکم شهر خیلی ناراضی بودند و حاکم هم این را میدانستند. بالاخره حاکم شهر یا همون پادشاه شهر تصمیم گرفت که یک برنامه برای بیرون رفت از این چالش ها داشته باشد. حاکم به سربازان خود به مو افرای خود امر کرد که فردا تمام مردم شهر را میدان شهر جمع کنید. من یک خبری بسیار مهمی به اونها دارم. بالاخره تمام مشاور و کارمندای پادشاه مردم را آگاه ساختند که فردا در میدان شهر بیایند. فردای اون روز پادشاه رفت در میدان شهر، دید که همه مردم به او چشم دوخته و منتظر است که پادشاه چی برنامه جدیدی دارد. پادشاه فقط یک گپی را به مردم گفت. گفت من پنهانی یک فرزندی سلطنتی در میان فرزندان شما آوردم. باهاش رفتاری خوب کنید. اگر مطلع شوم یا بفهمم فرزند مرا اذیت میکنید و با او به احترامی میکنید، شما را مجازات خواهم کرد. از اینکه مردم نمیفهمید کدام یکی از اطفال فرزند پادشاه است، با تمام فرزندان، با تمام اطفال رویه خوب میکردن و به اونها رسیدگی میکردن. سالها گذشت و پادشاه پیر شد و تمام جوانهایی که مردم گمان میکرد تمام اطفال ها شاید یک این فرزند سلطنتی باشه، بزرگ شدن، صاحب اولاد شدن و در شهر یک شکوهی بسیار زیبا دیده می شد. شهر زیبا شده بود، مدارس ها و بیمارستان ها و همه چی تأسیس شده بود. شهری که زمان بسیار یک شهر کثیف و فقیری بود به یک شهر باشکوهی بسیار مدرن تبدیل شده بود. مردم هم بسیار از حاکمشان راضی بودند و ای کسانی که قبلا از پادشاه ناراضی بودن و اکنون اظهار پشیمانی میکردن. چون همه اهالی با بچه هایی که به دنیا می آمدن یا در وجود داشتن قبلا بسیار با لطافت و عشق رفتار میکردن و اونها را بزرگ میکردن، به همین خاطر اطفال ها همه آدم های لایق با استعداد و بابار آمدن. اینها داستان نتیجهش این است که اگر فرزند خوبی در جامعه تقدیم کنیم و به فرزندان اهمیت بدیم و با اونها با لطافت رفتار کنیم، اونها در آینده کشور را می سازد و از همه بدبختی ها نجات می یابیم. در پایان از این داستان ای را می آموزیم که با اطفال خود باید رویه نیک داشته باشیم و از اونها با عشق و لطافت پذیرایی کنیم. ولی متاسفانه در کشوری که ما زندگی میکنیم فقط اطفال را میزاین و به سرک ها اعلام میکنن. هیچ در قسمت تربیه و تعلیم اطفال ها نقش ندارن پدران و مادرانشان. در آینده همچنان یک نسلی فقر و بدبختی، یک نسلی جنگی، یک نسلی انتحاری، یک نسلی بی‌سواد، یک نسلی عقب مانده خواهیم داشت.